ما در عرصه جنگ نظامی دشمن رو عقب زدیم، در عرصه جنگ سیاسی دشمن رو عقب زدیم، در عرصه جنگ امنیتی دشمن رو عقب زدیم. همین کارهای این چند روز اینا کارهای امنیتی بود، این کارهای مرد. نماینده آیت الله خامنه ای در نیروهای مسلح میگوید رهبری تمام هزینه های تصمیم افزایش بنزین را به عهده گرفته. آیا معترضان با بالاترین مقام کشور طرفند؟ تیر مستقیم به مردم، شلیک مستقیم به مردم. چند کشته در کدام شهر؟ گزارش نهادهای حقوق بشری از بیش از 100 کشته در کمتر از یک هفته اعتراض در ایران. از مهمانان امشب میپرسیم آیا خشونت به نفع اهداف اعتراضات است و کدام هسته؟ حاکمیت یا معترضان از این خشونت منتفع میشود؟ گفتگویی داریم با مهندس پیشین پروژه اینترنت ملی در ایران درباره قطع اینترنت. و موشک هایی که تحریم ها هم جلودارشان نیستند. پنتاگون میگوید ایران بزرگترین برنامه موشکی خاورمیانه را دارد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. در ایران مقام‌های ارشد کشور از جمله آیت الله خامنه ای و حسن روحانی حرف از پیروزی می‌زنند. پیروزی علیه کسانی که آنها را آشوبگر و اشرار و دشمن خواندند. رهبر ایران گفته است که در جنگی امنیتی پیروزی به دست آمده و حسن روحانی هم گفته کار ارتجاع منطقه، آمریکا و اسرائیل بوده که با سربازانی کم و بسیار ناتوان به میدان آمدند. اما آنچه ابتدا معترضان را به خیابان کشید و در شعارها تنین انداخت نه شرکت در یک جنگ بلکه بیان یک اعتراض بود به گرانی و به ناکارآمدی یک نظام سیاسی. صدای معترضان فعلا دست کم به دلیل قطع اینترنت خاموش شده. پس از آنکه بنابر گزارش عفو بین الملل دست کم 106 نفر در 21 شهر ایران کشته شدند. اگرچه سخنگوی نماینده ایران در سازمان ملل گفته این آمار ساختگی و بی اساس است. یک نماینده رهبر ایران گفته که آیت الله خامنه ای مسئولیت تمام این اتفاقها را پذیرفته. به این ترتیب آیا معترضان مستقیم با بالاترین مقام ایران طرفند؟ بیشتر در این باره صحبت میکنیم. اول گزارشی ببینیم از کسری ناجی. تیراندازی های نیروهای امنیتی به طرف تظاهر کنندگان در روزهای اخیر ده ها کشته به جا گذاشت. دست کم 106 نفر به گفته ی عفو بین الملل. اما رهبر ایران امروز این را پیروزی دیگری برای خود و حکومتش دانست. همه بدونن، هم دوستان ما هم دشمنان ما، ما در عرصه جنگ نظامی دشمن رو عقب زدیم، در جنگ سیاسی دشمن رو عقب زدیم، در عرصه جنگ امنیتی دشمن رو عقب زدیم. همین کارهای این چند روز اینا کارهای امنیتی بود، این کارهای مردمی نبود، کار امنیتی بود. عقب زده شدن، در عرصه های مختلف دشمن رو عقب زدیم. به توفیق الهی در عرصه جنگ اقتصادی هم دشمن رو به طور قاطع عقب خواهیم زد. پیروزی تو خالی که گویای شکست سیاست های اوست که کشور را به انزوا و فقر کشیده و ورطه جنگ و بسیاری را در کشور مستأصل کرده. سیاست هایی که حالا رئیس جمهوری هم خود را در آن سهیم کرده است. این بار هم در اختشاشات که نقشه دشمن برای ناامنی بود، مردم در این صحنه کاملا پیروز شدند. معلوم شد دشمنان ما در طول این دو سال و سالهای قبل که برنامه ریزی کرده بودند برای آشوب طلبان چقدر سربازشون کم بوده و گرچه آدمهای شروری رو برای این کار انتخاب کردند، خسارتهایی رو به مردم زدند، به زندگی مردم، به جان مردم، حتی به نوجوانهام اینا رحم نکردند، با سلاح گرم و سلاح سرد به بچه ها هم حمله کردند، به مغازه های مردم، به خونه های مردم، به داروخونه، به مرکز پزشکی، به
جاهایی که خدمات رسان بودن به مردم. این نشون میده که این جمع کوچک ضد کشور، علیه وطنشون، علیه منافع ملیشون کار کردن. من دیروز که داشتم میمدم دیدم از پایگاه همه تمام وانتا پر سنگ و کلوخ و بنزین و چوب و اینا کارشو اینه. هم اون موقع هم که زمان موسوی بود اینا این کارو کردن، زدن در و داغون کردن بزنن گردن چهار تا جوون بدبخت. درسته که جوونا همه خودشون بودن با کت شلوارشون، ولی خدا شاهده فقط 5 تاشون مال این مسجد آریا شهره از میدون نور اومده بودن. پایگاه فرهنگیان اینا بودن. در ستارخان در تهران این زن یکی از بسیاری از ناظران نارامی‌های اخیر است که میگوید کسانی که بانک‌ها، مراکز دولتی و درمانی و مذهبی را به آتش کشیدند سازمان داده شدگان حکومت بودند برای ایجاد محملی برای سرکوب و ارعاب. تمامشون بسیجی بودن. از پایین آمده من پایگاهشون رو میشناسم و قیافه‌هاشون رو. I had a sense that there would be protests in the future. اما آمریکا هم ظاهراً بیکار ننشسته است. این نماینده آمریکا در امور ایران. So I started working with a number of private sector technology. با تعداد شرکت فناوری خصوصی همکاری را شروع کردم و توانستیم ابزارهایی به دست ایرانی‌ها برسانیم تا وقتی که رژیم می‌کوشد آنها را سانسور کند با هم در ارتباط بمانند. ما همچنین تلاش می‌کنیم شیوه و ابزارهایی را در اختیار ایرانی‌ها بگذاریم که بتوانند با قطع اینترنت از طرف رژیم مقابله کنند. فکر می‌کنم که این کار به عده‌ای کمک خواهد کرد به فرستادن فیلم‌هایشان به بیرون از ایران ادامه بدهند. Some people connect to the internet so that they can continue getting out their videos. امروز در روز ششم نارامی ها حکومت طرفدارانش را اینجا و آنجا به خیابان ها راهپیمایی تحت عنوان دفاع از اقتدار و امنیت زیر لوای تندروها با شعارهایی که کشور را به بحرانی بزرگ کشاند. راهپیمایی آزاد برای آنها، سرکوب ماشین آبپاش و گلوله برای معترضان. این در بوشهر ادعای پیروزی رهبر ایران در مقابل اعتراض ها که او آن را امنیتی خواند راهی برای اعتراض مسالمت‌آمیز نگذاشته. علی‌رغم ادعای او که اعتراض حق مردم است، عمیق‌تر شدن شکاف بین حکومت و مردم با این شیوه حکومت. کسرانجی بی بی سی. همانطور که گفته شد سازمان عفو بین‌الملل شمار معترضانی را که در جریان اعتراضات اخیر در ایران کشته شدند تا دیروز دست کم 106 نفر اعلام کرده. این سازمان گفته که البته آمار کشته‌ها بیشتر از این است و طبق بعضی گزارش‌ها تا 200 نفر هم می‌رسد. هرچند رسانه‌های رسمی ایران مرگ فقط 5 معترض و چند مأمور امنیتی را گزارش کردند. عفو بین‌الملل گفته گزارش‌های معتبری دریافت کرده که نشان می‌دهد این 106 معترض در 21 شهر ایران کشته شدند. بیشترین کشته‌ها در استان خوزستان گزارش شده. به تفکیک شهرهای این استان 14 نفر در ماهشهر، 8 نفر در بهبهان، 6 نفر در رامهرمز، 3 نفر در خرمشهر، 2 نفر در اهواز و 2 نفر در آبادان. همچنین گفته شده که در استان کرمانشاه دست کم 16 معترض در شهر کرمانشاه مرکز استان جانشان را از دست دادند و 14 نفر هم در جوانرود کشته شدند. در استان فارس عفو بین‌الملل کشته شدن 6 معترض در شیراز را تایید کرده به اضافه 6 کشته دیگر در شهر صدرا. بنابراین گزارش در استان کردستان دست کم 9 نفر در مریوان کشته شدند و 1 نفر در سنندج مرکز استان کردستان. گفته شده که در استان تهران حداقل 4 معترض در ربات کریم جانشان را از دست دادند، 2 نفر در بومهن، 1 نفر در شهریار، 1 نفر در اسلامشهر و 1 نفر در شهر تهران. در شهر کرج مرکز استان البرز هم دست کم 4 معترض کشته شدند. شمار معترضان کشته شده در شهر بوکان در استان آذربایجان غربی هم دست کم 4 نفر گزارش شده. به گفته عفو بین‌الملل در شهر اصفهان هم 1 معترض کشته شد. همینطور 1 نفر در سیرجان در استان کرمان جانش را از دست داد. حکومت ایران اعتبار گزارش عفو بین‌الملل را زیر سوال برده. رایزن مطبوعاتی دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل گفته هر آماری که دولت ایران آن را تایید نکرده باشد موثق نیست. علیرضا میریوسفی نهادهای غربی را مقرض خوانده و آنها را به اتهام زنی بی اساس و ارائه اعداد ساختگی متهم کرده. او در توییتر نوشته که این گزارش‌ها
در عزم دولت ایران برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی به گفته او دوراندیشانه خللی وارد نمی کند و دولت به حق حقوق بشر از جمله حق بیان آزادانه اعتراض در محیطی مسالمت‌آمیز احترام می گذارد. و اما یکی از مناطقی که درگیری ها در اون بسیار شدید گزارش شده و کشته و زخمی های قابل توجهی هم داشته کردستان بوده. این شدت رو میشد از روی حرف های فرماندار مریوان هم فهمید که گفته بود عده‌ای در میان جمعیت معترض به گفته او به دلایل نامعلومی درگذشتند و بعد اضافه کرد که اجازه ندارد درباره کشته ها و تلفات اعتراض ها در مناطق کردنشین اطلاعاتی بدهد. جیار گل در استودیو با ماست با آخرین خبرها. چه خبرهایی داریم از مناطق کردنشین جیار؟ رانا، صحبتایی که شده نماینده جمهوری اسلامی در آمریکا گفته که در نیویورک گفته که نباید این هر اخباری که دولت ایران تایید میکنه نباید اون رو موثق قلمداد کرد، اما تماس هایی که ما با شهرهای مختلف در سراسر ایران و به خصوص در غرب ایران داشتیم، خیلی از خانواده هایی بودن، افرادی بودن که بستگانی داشتن، میگن روزهای روز اول و دوم تظاهرات از خونهشون خارج شدن هنوز برنگشتن. این افراد نمیدونن واقعا چه سرنوشتی دارن اینا، آیا دستگیر شدن، آیا در بیمارستان هستن، زخمی هستن یا کشته شدن. دولت هیچ اطلاعاتی نداره، همونجوری هم که همه میدونن اینترنت هم قطع شده، یعنی در حقیقت هیچ راهی نیست که راستی آزمایی کرد دقیقاً چه تعداد از این افراد کشته شدن. اما اطلاعاتی که از ما از منابع متفاوت و مختلف در سراسر کشور به دست میاریم، به نظر میرسه خیلی از اون افراد به ما میگفتن که نگران هستن. این عددی که عفو بین الملل گفته بسیار بالاتر از اون تا حدود 200 تا بیشتر هم بره، به خاطر اینکه تو با هر کسی صحبت میکنه میگه با چشم خودم دیدم که کسی کشته شده بود، دیدم که کسی در این خیابون، در اون میدان، در فلان شهر کشته شده بود. در کردستان، در مناطق کردنشین ایران به نظر میاد این درگیری ها بسیار شدیدتر بوده، چرا که تصاویری که به دست ما رسیده بود، تلفن‌هایی که با افرادی از داخل اون شهرهای اون منطقه داشتیم، حکایت از یک برخورد خشونتبار و خونینی بوده. تصویر دیروز به دست من رسید، البته میگفتن که مال دیروزه و ما نمیشه تایید کرد مال چه روزی بوده دقیقاً، اما مشخصه در چند روز گذشته و مربوط به تظاهرات این چند روزه است. اگه اونو با هم ببینیم نشون میده چرا ما این همه زخمی داشتیم و چرا سازمان انتقال خون ایران گفته که نیاز به خون دارن، مردم خون اهدا کنن. مشخص اهدای خون بیشتر برای کسایی هستن که بر اثر جراحات احتمال بسیار زیاد در اثر گلوله یا زخمی شدن. به همین جهت این ویدیو رو ببینید نشون میده که درگیری ها تا چه حد شدید بوده در شهر مریوان. با یکی در مریوان صحبت میکردم، شاهد عینی بود که این تظاهرات رو دیده بود، میگو بعضی از خیابونها شبیه به کشتارگاه حیوانات بوده، اینقدر خون ریخته بود. به نظر میرسه خیلی بی‌رحمانه با تظاهر کنندگان اینجا برخورد شده. جیار، گزارش هم راجع به جنازه کشته ها منتشر شده بود، آیا خانواده ها موفق شدن تحویل بگیرن جنازه رو؟ ببین، در مناطقی که به نظر میاد مقامات دولتی احساس کردن اگه این جنازه ها رو به اونا بدن و مراسم تشییع این افراد به تظاهرات مبدل نمیشه، جنازه ها رو پس دادن. مثلا در مریوان جنازه 6 نفر صبح دفن شده و به نظر میرسه 2 تن دیگر هم دادن، 8 نفر دفن شده. ما تصاویری از سایت حقوق بشری هنگاو گذاشته بود دیدیم، نشون میده که معمولا در تشییع جنازه ها در شهر کوچکی مثل مریوان که مردم همه همدیگر رو میشناسن، معمولا هزاران نفر در تشییع جنازه بخصوص افرادی که جوان هستن شرکت میکنن، اما 6 نفر اونجا دفن شدن. ما تعداد بسیار کمی رو میبینیم، به نظر میسه فقط اعضای درجه یک خانواده ها هستن که در مراسم تدفین شرکت کردن. اگه این تصاویر آماده باشه شما میبینید که ببین. چه تعداد کمی شرکت کردن. Thank you.
همونطوری که دیدید خیلی تعداد خیلی کمی بودن و در بوکان با یکی صحبت کردم میگفت اینقدر نیروی امنیتی از جاهای مختلف آوردن اینا رو در سالن فوتبال شهر جای دادن، یعنی نیروهای امنیتی حضور پررنگی در خیلی از شهرهای ایران دارن و به نظر میرسه در مناطق کردنشین در غرب ایران این حضور این نیروها بسیار پررنگتر بوده، در میادین و خیابانهای اصلی شهر مستقر شدن. متشکرم. ژیار گل در استودیو با ما. اما برای گفتگوی بیشتر درباره این موضوع احمد هاشمی پژوهشگر مطالعات دفاعی و راهبردی دانشگاه ایالتی میزوری از واشنگتن آمریکا با ما است. آقای هاشمی، معتقدند خشونت افسارگسیخته حاکمیت علیه معترضان تظاهرات را از فاز خشونت پرهیز خارج کرده و اوضاع وارد فاز دفاع مشروع شده. و همچنین فرشاد توماش تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از گوتنبرگ سوئد، آقای توماش معتقدند اعتراض مسالمت‌آمیز حق مردم است اما حکومت وظیفه دارد در عین تلاش برای حفظ امنیت معترضان از امنیت جامعه در برابر اغتشاشگران هم محافظت بکند. خوش آمدید به برنامه آقایون. آقای توماج، معتقدید که معترضان حق اعتراض مسالمت‌آمیز دارند؟ چطور میتونن ابراز بکنن اعتراض مسالمت‌آمیزشون رو در ایران؟ ببینید، قبل از اینکه بحث کنم من یک دقیقه وقت میخوام به این مسئله جانبی بپردازم. شما قبل از شروع برنامه گزارش از آقای ناجی پخش میکنین، سه محور داره. بخش اول با این شروع میشه که سیاست هایی از ایران که باعث انزوای ایران شده، طبعا این صحبت ایشونه، کاری که ایران کرده تو 4 سال اخیر، یه تعهد امضا کرده، یک برجام امضا کرده، یک سری تعهد داده و تعهد گرفته که تحریما برداشته بشه. اتفاقی که افتاده این نبود که سیاست های ایران باعث تحریم شده باشه، اتفاقا گذر امریکا از برجام، بدقولی امریکا در مورد برجام باعث این تحریما شده. یعنی چرا این داستان برعکس توضیح داده میشه؟ مثلا یک مسئله دوم، تو گزارش ایشون یک ویدیو از یک نفر نشون داده میشه، حالا اون یک نفر هم احتمالا راست میگه، حالا تو اون بخشش که ادعا میکنه تخریب بانک ها کار خود نیروهای بسیجه، امکان داره یه جای اتفاق بیفته، ولی همین الان شما توییتر رو بگردین ده ها ویدیو پیدا میکنین که آقای توماج متاسفانه خیلی فرصت نیست واردش بشیم، مسلما اگر که اینترنت رو نبندن و اجازه بدن خبرنگاران در ایران کار بکنن و گزارشگری بکنن، نشون دادین امکان گزارشگری در مورد امریکا اشاره میکنه که امریکا ده ها شرکت فناوری رو استخدام کرده با از جنبه مثبت که کمک کنه به بخش به توسعه خبررسانی، ولی اشاره نمی کنه که همین امریکا سال هاست، 2 ساله کل زیرساخت های اطلاع رسانی تحریم کرده تا مردم ایران فقیر و بی اطلاع بشن. یعنی میخوام شما بگم که وقتی ما رو میارین یک گزارش کاملا یک جانبه از اتفاقات قبلششون ندین. آقای توماج، اگر که جمهوری اسلامی اجازه بده خبرنگاران در ایران کار بکنن و کارشون رو درست انجام بدن و این جریان آزاد رسانه‌ای رو به این شکل مسدود نکنه، مطمئنن کار ما بی ایراد نیست، ولی میتونیم درست‌تر انجامش بدیم. به هر حال برسیم به اصل مطلب. آیت الله خامنه ای امروز میگه که اعتراض مردمی نبوده، امنیتی بوده. اساسا اعتراض مردمی به چه شکل در ایران امکان بروز داره؟ ببینید، من وکیل مدافع جمهوری اسلامی تو بخش مدیریت اعتراضات نیستم، من فعال جنبش سبز بودم، من با خشونت عریان در مقابل نجیبترین نوع اعتراض مواجه شدم خودم. من ادعا نمی کنم که حکومت تا الان تونسته، نظام جمهوری اسلامی تا الان تونسته بسترهای اعتراض رو فراهم کنه یا در برابر نجیبانه ترین نوع اعتراض تحمل به خرج بده. من رو در جایگاه وکیل مدافع حکومت ننشونید، نیومدم اینجا ادعا کنم که حکومت این بخشش درسته. اتفاقا یعنی این که ما اصلاح طلبیم، این که ما معتقد به اصلاح، مهمترین نقطه‌ای که می‌خوایم دست رو اصلاح بذاریم اصلاح این رفتار استبدادی حکومت. ابزارتون چیه؟ بله، ابزارتون چیه؟ ابزار ما هر چی باشه اعمال خشونت متقابل نیست، ایجاد اغتشاش نیست، هرج و مرج نیست. هیچ وقت امنیتی کردن فضا، از بین بردن زیرساختای امنیتی جامعه منجر به توسعه زیرساختای دموکراتیک مردم سالار جامعه نمیشه. شما حالا اجازه بدید نظر آقای هاشمی رو بشنویم. آقای هاشمی معتقدند که حاکمیت بوده که معترضان رو به فاز خشونت و دفاع مشروع به گفته ایشون واداشته. آقای هاشمی، شما معتقدید که در این مقطع دیگه اعمال خشونت دفاع مشروع محسوب میشه؟
ببینید، من صحبت از خشونت از طرف اعمال خشونت از طرف مردم و تظاهر کنندگان نمی کنم. اتفاقا ما شاید در دنیا این بی سابقه باشه که ما یک مردمی هستیم که با وجود تمام فشارها، سرکوبها و کشتارهایی که انجام میشه، به طرز عجیبی ما اون چیزی که جمهوری اسلامی اسمش رو میذاره اغتشاش، ما اون رو شاهد نیستیم. حتی اگر مواردی هم هست، موارد مشکوکی هست، گزارش هایی هست، فیلم هایی هست که نشون میده کار عوامل خود حکومت هست، ولی اون چیزی که ما شاهد هستیم خشونت عریان و بربریت از طرف حاکمیت هست که بعضی از دوستان، آقای توماج، با بی‌شرمی تمام از این وضعیت دفاع میکنن، از این خشونت عریان حاکمیت. ببینید، ما داریم میبینیم که از حمله هوایی داره به تظاهر کنندگان مسلمت آمیز داره میشه از طریق هلیکوپتر. ما شاهد همون مقدار اندکی فیلم هایی که اومده بیرون میبینیم که به مردم تظاهر کننده های مسلمت آمیز به رگبار بسته میشن. ما میبینیم که طبق آمارهای غیر رسمی بین 200 تا 300 نفر توی همین 3-4 روز تظاهرات بی سابقه هست به رگبار بسته شدن و کشته شدن. شما ببینید در آفریقای جنوبی در دوره آپارتاید 69 نفر در ماه مارچ 1960 کشته شدن. این تظاهر کننده های مسالمت آمیز که از طرف همین کنگره ملی آفریقا بودن، آقای نلسون ماندلا و اینها، یک تشکیلات شبه نظامی و چریکی درست کردن. همین آقای ماندلا همین تشکیلات رو به اسم سپر ملت که اینا اسلحه گرفتن و بر علیه خشونت عریان اون سفید پوستای نجات پرست وارد عمل شدن. یعنی من نمیدونم این دوستانی که طرفدار خشونت عریان حاکمیت جمهوری اسلامی هستن و آقای توماج، آیا اینها میگن که حاکمیت از زمین و هوا و دریا به مردم تیراندازی بکنه، مردم رو به رگبار ببنده و مردم حق هیچ گونه دفاع مشروع، یعنی دفاع از این، یعنی اینکه ممانعت بکنن از کشتار بیشتر این نشه؟ آیا آقای توماج و مدافعان جمهوری اسلامی میتونن یک مورد، فقط یک مثالی بزنن که جمهوری اسلامی این امکان رو، این اجازه رو، وزارت ارشاد، وزارت کشور یک اجازه تجمع مسالمت آمیز، نه تجمعی که حکومت برگزار میکنه، ساندویچ توزیع میکنه، امکانات عیاب و ذهاب و پول و غیره تامین میکنه براشون، آیا یک مورد میتونید شما مثال بزنید که جمهوری اسلامی این امکان رو فراهم کرده که مردم معترض، که من الان معتقد هستم اکثریت مردم معترض هستن، طرفداران نظام به شدت کاهش پیدا کردن مخصوصا در این سالهای اخیر، آیا امکانش بوده که یک تظاهرات مسالمت آمیز وجود داشته باشه که البته همه تظاهرات مسالمت آمیز هست و حاکمیت اونها رو و بسیج و سپاه و این گروه های فشار و خشونت طلب هستن که اینها رو به خشونت بکشن؟ آقای توماج، میتونید یک مورد مثال بزنید؟ از نمونه راهپیمایی و اعتراض مسالمت آمیز که طرف مقابل من تو بخش قبلشون توضیح دادم که من در جای، من وکیل مدافع حکومت تو این بخش نیستم، من یکی از همون معترضانی هم که خودم تو نجیب ترین جنس اعتراض با خشونت متقابل حکومت مواجه شدم. من نیومدم اینجا بگم که حکومت این زمینه رو تا الان فراهم کرده، بحث من این نیست. حتی اعتراض من به اعتراضات خیابون نیست. شما دو بخش رو اصلا جدا بکنید. آقای هاشمی، اگه چون فراموش نکنم، آقای هاشمی ابتدا از یه دروغ شروع میکنه، شلیک هوایی و هلیکوپتر اینا، احتمالشون فیلمای سوریه رو با اینجا اشتباه گرفتن. در ادامه من متهم به چیزی میکنه که اتفاقا تو بخش اول من برعکسش رو تاکید کردم. حالا از این بخش بگذریم. اون چیزی که ما بهش میگیم خشونت اینه که تو یه شهر 300 هزار نفری 60 تا بانک آتیش بخوره، شهر خرم‌آباد. اون چیزی که ما بهش میگیم خشونت اینه که بالای 100 تا آمبولانس اورژانس، 7 مرکز اورژانس. آخه معترض چرا مرکز اورژانس باید آتیش بزنه؟ معترض چجوری میتونه در عرض 2 ساعت 44 تا بانک تو نقاط مختلف هماهنگ تو 1 ساعت آتیش بزنه؟ اتفاقا معتقدم که بدنه معترضینی که اعتراض مشروع دارن، بدنه معترضانی که به حق به شرایط اعتراض دارن، اون بدنه رو از اقلیتی که به نظر میرسه، من معتقدم که از روز اول که گذشتیم وارد روز دوم شدیم، سطح خشونت از طرف معترضین به طرز غیر طبیعی افزایش پیدا کرد. یعنی من نمیتونم، این ما با مردمی مواجهیم که چند سال قبل تو جنبش سبز اگر کسی شعار اشتباه میداد حس میکردن، یعنی خیلی فعالانه جلو خشونت رو میگرفتن. ما یک دفعه بعد از چند سال با جنسی از تظاهرات مواجهیم که فعالان دست به تخریب، آخه
من یه سوال دارم، معترض به قیمت بنزین چرا باید دست به تخریب، حالا شما میگه حکومت کرده، من میگم حالا شما دو تا فیلم میتونین بذارین، ولی شما توییتر رو بالا پایین کنین نزدیک 40 تا فیلم میتونین پیدا بکنین که صاحبان اون اموال میتونن توضیح بدن چه اتفاقی افتاد. نمیگم مردم کردن، میخوام شما میگم بخشی از نمیتونم حتی اون قسمت رو هم کامل تو، یعنی که باعث میرم بگم، ولی به نظر هستایی میاد که کاملا سازمان از بدنه معترضین دست به تخریب میزنه. این چیزی که آقای هاشمی میگن، این که مردم حق دارن واسه دفاع از خودشون دست به خشونت بزنن، مردم آگاه باشن به این قضیه. این همون نسخه‌ای که واسه سوریه پیچیده شده. آقای هاشمی چرا معترضان باید دست به تخریب بانک ها و بسیار سوال خوبیه. خب اجازه بدین بپرسم از آقای هاشمی. آقای توماج اگه اجازه بدین بشنویم پاسخ آقای هاشمی. ببینید همونطور که گفتم، هیچ اگر جمهوری اسلامی راست میگه، اگر آقای توماج راست میگه، ایشون از طرفی میگن که من ایشون نمایندگی نمیکنه تفکر جمهوری اسلامی، از طرفی از تمام اقدامات جمهوری اسلامی دفاع میکنه و مردم جان به لب رسیده رو مورد آماج حمله قرار میدن که چرا مردم اعتراض میکنه. اگر جمهوری اسلامی راست میگه، این امکان رو فراهم بکنه که رسانه ها، همین بی بی سی فارسی، بره در میدان انقلاب مستقر بشه در شهرهای ایران و پوشش زنده داشته باشن و ببین مشخص بشه که کی داره این کار انجام میده. از نظر من کاملا مشخصه، من توی مدتی که ایران بودم در اکثر تظاهرات حضور فعال داشتم و میدیدم که چه عواملی، چه افرادی دست به خشونت میزنن. اگر ایشون راست میگن این امکان فراهم بشه، و همچنین باز پاسخ ندادن سوال من، این امکان فراهم امکان دومم این که فراهم بشه که مردم بیان به شکل مسالمت‌آمیز خواسته هاشون و مطالباتشون رو بیان کنه. مطالبه مردم ایران این هست که این حاکمیت بره، دموکراسی و یک ساختار که با قرن 21 آشتی داره بر سر کار بیاد، نه یک ساختاری که بیشتر شباهت داره به القاعده و طالبان و داعش و یک تفکر واپسگرایانه. من معتقدم، برخلاف آقای توماش، معتقد هستم که این مردم نیستن که دست به خشونت زدن، دست به جنایت زدن. این حاکمیت جمهوری اسلامی هست که با این روش‌هایی که گفتم، با این کشتارهای گسترده‌ای که انجام داده. من یک نگاهی داشتم به تعریف جنایت بر علیه بشریت، جنایت ضد بشریت، که من مصداقش رو در همین اقدامات جمهوری اسلامی می‌بینم و معتقدم که مقامات جمهوری اسلامی مثل همون اسلوبودان میلوسوویچ، مثل قذافی، مثل صدام حسین و مثل این محبوب آقایون بشار اسد مرتکب جنایت شده. حالا اینکه 2300 نفر کشته یا مثل بشار اسد 500,000 مهم نیست، مهم این هست که تظاهر کننده هایی که به شکل مسالمت آمیز به گرانی، به فساد، به سوء مدیریت اعتراض دارند رو به رگبار ببندید. اینو دوستان پاسخ بدن اگر امکانش هست. آقای توماج اشاره کردین که شما طرفدار جنبش سبز بودین و در سال 88 هم معترض به نتیجه انتخابات، راهپیمایی صلح‌آمیز 1,000,000 کردید. راهپیمایی صلح‌آمیزتون به کجا رسید که هنوز معتقدید به اون شکل از اعتراض؟ سال قبلی شروع کنم، از بحث قبلی شروع کنم به اینجا میرسم. ناکارآمدی ها سر جای خودش، سوء مدیریت سر جای، ولی اصولا کسی که از سیاست امریکا در مقابل ایران دفاع میکنه، صلاحیت و مشروعیت شکایت از فقر، شکایت از ناکارآمدی اقتصادی، شکایت از فساد رو نداره. ما با شرایطی مواجهیم از طرف جامعه ملل که امریکا با تحریم حداکثری خودش، نه فقط حکومت، که اشتغال، که بخش غیر خصوصی، که امکاناتی که به عموم جامعه خدمات میده رو تحریم میکنه. ما همین سه هفته پیش، یک ماه پیش، با شرط موجود که 15 تا بچه به خاطر عدم امکان انتقال دارو کشته شدن و ده ها میگه صدها مورد بیشتر که حکومت اطلاع نمیده، کسانی که از سیاست امریکا در مقابل ایران دفاع میکنن. ایشون مثال صدام حسین میزنه، کل پشته های صدام حسین تو کل 20 سال اخیر، تو کل 20 سال زمانداش بزنید وسط، فقط با کشته های کودکانی که سال 93 تا 97 کشته شدن، گزارش این سازمان ملل، گزارش ایران و امریکا نیست، گزارش ایران و عراق نیست، فقط کشته 570,000 کودک بر اثر تحریم کشته شدن. شما همه این کشته ها رو با کل کشته های 20 سال صدام مواجه بزنید کنار تا ببینید کی جنایتکارتره. بحث اینه که صدام جنایتکار نیست، بحث اینه که ما با پدیده‌ای مواجهیم که ابتدا تحریم میکنه، اگه بتونیم زودتر جمع بندی کنیم آقای توماج، فرصت محدوده، بعد از فقیر شدن مردم ایران یه ابزار سیاسی میسازه واسه پیشبرد منافع سیاسی خودش. حالا این بحث شما درست، برگردیم به سوال شما. نه، من معتقدم که حکومت تحمل اعتراض رو نداره حتی در نجیب‌ترین حالت خودش، ولی معتقد نیستم که راه حل متقابلش
افتادن تو جام خشونت. اون کسایی که خشونت رو ترویج میکنن، تشویق میکنن، اون که حالا خیلی جسارت نداره که علنی این کار ترویج میکنه، سعی میکنه تو صدای بپوشونه، ولی هستایی هستن که علنی صحبت میکنن. راه اعتراض این نیست که بیفتی تو جام کسایی که آرزوشون چند پاره کردن ایرانه، آرزوشون اینه که مثل لیبی 60% بچه ها امکان مدرسه رفتن پیدا نکنن. راش خشونت نیست. حکومت این کار رو نکرده، بسیار خوب. در نهایت این کشور کشور ماست، در نهایت اون مدرسه مدرسه ماست، در نهایت تو این خیابون مردم ما میخوان قدم بزنن. یعنی میخوام شما میگم تو حکومت صلاح تدبیر لازم برای شنیدن انتقادات نشون نمیده. راهش این نیست که فضا رو باز کنیم واسه اون کسایی که آرزوشون اینه که تک تک خیابون تهران خون بباره تا بتونن سر قدرت برسن داخل ایران. آقای هاشمی، خشونت، امکان تشویق خشونت و به قول آقای توماج لیبی شدن ایران رو داره از دید ایشون. مردم ما به طور مشخص دو راه در پیش دارن، یا راه و روش حالا اصلاح طلبان و آقای توماج و غیره رو در پیش بگیرن و تبعیت محض، تسلیم محض در مقابل کشت و کشتار و بربریت دیکتاتوری ولایت فقیه رو در پیش بگیرن و در واقع حاکمیت ابدی این دیکتاتوری رو مشروعیت ببخشن، چون که با هیچ راهی این حاکمیت هیچ روزنه امیدی باقی نگذاشته. و در واقع این روش که توصیه میکنن ایشون، یعنی گردن نهادن بر دیکتاتوری الالعبد، بلکه 100 سال، بلکه 1000 سال. یا راه دوم این هست که روش مسالمت‌آمیز، اون هم بسته هست، هیچ امکانی نیست. در نتیجه این با توجه به اینکه جمهوری اسلامی راه‌های هر نوع اعتراض مسالمت‌آمیز رو بسته، خب راه دیگر راه دفاع مشروع هست، راه انقلاب هست و همه کشورها اینو تجربه کردن. حالا من از دفاع مشروع، حالا ایشون میگم من جرئت ندارم صحبت از خشونت بکنم، نه، من صحبت از خشونت نمی‌کنم، خشونت از طرف حاکمیت هست، ولی دفاع مشروع من بخوام مساق‌هاش رو بگم. به طور مثال این موتور سواران و خودروهای سپاه و بسیج، گروه تروریستی سپاه حمله میارن به مردم، مردم رو زیر میگیرن، مردم رو میکشن. خب یک راهش این هست که خیابون‌ها رو مسدود بکنن، مردم خودروهای خود نهادهای دولتی رو، سپاه رو، بسیج رو بگیرن، سرقت کنن و مسیرها رو ببندن و حتی این خودروها رو به سمت اون موتور سوارا و غیره سوق بدن. اگر قرار هست مردم به رگبار بسته بشن، خب این حق طبیعی مردم هست از اون جلوگیری بکنن. یک راه دیگر این هست که به پادگان ها حمله بکنن، به کلانتری ها حمله کنن و سلاحایی که اونجا به دست میارن باز برای مقاصد دفاع مشروع و نه حمله استفاده کنن، یا اینکه خیابان ها رو باز خندق بکنن، کارهای از این قبیل، یا از ساختمون های بلند مرتبه به این نیروهایی که به سمت مردم هجوم آوردن برای قتل عام، برای ترور و کشتار، رو از تو ساختمون ها، از نقاطی که نامشخص هست، به اینها سنگ پرتاب کنه. اینها چیزهایی هست که همه جا تجربه شده. مثال آفریقای جنوبی رو من زدم که وقتی همه راه ها بسته میشه، حاکمیت میخواد که خشونت تنها زبانی هست که میفهمه، آیا چه راه دیگه ای هست؟ راه دیگه این هست که مثل آقای توماج به حاکمیت هزاران ساله دیکتاتوری ولایت فقیه گردن و وقع بنهیم. متشکرم. احمد هاشمی، پژوهشگر مطالعات دفاعی و راهبردی، و فرشاد توماج، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. و ما حاتم قادری، استاد پیشین علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران، با ماست. آقای قادری، بسیاری از تحلیلگران سیاسی سال 96، دی ماه 96 که اعتراضاتی در ایران شکل گرفت، درباره تکرار اون هشدار دادند. این اتفاق دوباره افتاده. فکر میکنید که آیا این بار حکومت موفق به سرکوبش میشه، یا اینکه ممکنه دوباره تکرارش؟ ببینید، اتفاقی که توی ایران این سالها مرتب رو به افزایشه اینه که امکان حکومت مؤثر بر مردم در حال زواله. به تعبیری میتونم بگم تبدیل به یک ضد حکومت داره میشه. منظورم از حکومت مؤثر یعنی حکومتی است که مردم بتونن به مسئولان خودشون اعتماد بکنن، با اونها یک افق مشترک داشته باشن، در فراز و فرودها با هم دیگر بتونن تعامل داشته باشن. ولی حکومت مرتب به شکل میگم وحشتناکی خودشو در قبال مردم قرار میده، فاصله گذاری میکنه، بیشتر با تحکم و تحدی در واقع با مردم صحبت میکنه، حاضر نیست صدای اونا رو بشنوه، گروه های مختلف و مورد سرکوب قرار میده. سال 88 جنبش مدنی بود، سال 96 جنبش مدنی بود، الان خوب رسیده به گرسنگان و در واقع اون چیزی که حکومت میگه مستضعفان. و
من 2-3 سال پیش در انجمن علوم سیاسی این بحث رو ترک کردم، گفتم حکومت موثر در ایران در حال از دست رفتنه، ولی کسی حاضر نیست این نوع صدا رو بشنوه. و چیزی که مهمتره، ما اگر به این وضعیت بریم و الان فکر بکنیم با جمع کردن خیابون‌ها یا سرکوب صدای مردم میتونیم دوباره برگردیم به وضعیت قبل، اشتباه فاحشی است که صورت گرفته. دوباره این بحران با شدت بیشتری در جای دیگری و به گونه دیگری سرریز خواهد کرد. اگر این حکومت به گفته شما غیر مؤثر به همین شیوه ادامه بده، چه تبعاتی میتونه برای ایران داشته باشه؟ من یکی از نگرانیم که تو صحبتان گفتم، با گفته به دانشجوان گفتم، ما اگر این وضعیت بوده باشه، گفتم این افق مشترک بین مردم تضعیف بشه یا به این بره که در حال از بین رفتنه، امکان فروپاشی اجتماعی هست. یعنی حکومت اگر نخواد در واقع قسمت عقلانی خودش فعال بکنه و به مشکلات رسیدگی بکنه، امکان فروپاشی در آینده هست. حالا آینده ای که میگم امیدوارم اتفاق نیفته، ولی این خطر وجود داره. ببینید، تنها کاری که حکومت باید بکنه اینی که این جنبش‌های اجتماعی رو به رسمیت بشناسه و حاضر باشه یک سامان مجددی از قدرت سیاسی و اقتصادی رو در بین مردم به رسمیت بشناسه. آخه نمیشه این همه فقر گسترده از یک طرف ثروت‌های انبوه. خود آقایون مگه نگفتن قبل از انقلاب بعد از انقلاب، که به تعبیر امام علی، که اگه شما از یک کاخی میبینید خب بسیار کوخ میبینید، حالا کوخ هم برکت در اومدن. اینا فکر میکنن این اتفاق نمیفته، ولی افتاده. الان میگن 60 میلیون آدم رو میخوان یارانه بدن. من یادمه، البته من معمولا اخبار گوش نمیدم، ولی اتفاقی تو تاکسی یادمه از آقای روحانی وقتی پرسیدم برای انتخابات که با یارانه هایی که آقای احمدی نژاد داره چه میکنه، گفت ما امیدواریم که مردم به وضعی برسن که خودشون کمک بکنن نه کمک بگیرن. ولی واقعا چه بر سر این وضعیت؟ حکومت چیکار کرده با مردم؟ دولت چیکار کرده 60 میلیون 75% مردم یارانه بگیره؟ اونم وقتی که این همه امکانات اقتصادی زیرزمینی، نمیدونم جوانان با ثروت انبوهی که مردم داره، خب معلومه که مشکلیه. الان هم به جای سرکوب، خب بهتر بود واقعا یک گروه هایی رو فعال بکنن، با زن ها صحبت بکنن، با کارگر ها، با دانشجو ها، با روشن فکران، با همین طبقات محروم. و الا این خطر خیلی وحشتناکه. یعنی من فراتر از جناح بندی سیاسی و گروه بندی داخل یا خارج میبینم، و اگه واقعا اون قسمت عاقله حکومت همچنان، اگر چنین چیزی بوده باشه البته، باید بلا فاصله گروه های ویژه تشکیل بده، نه که فرض کنید با من یه همسال من مرخور بکنن. بله. اینا باید بیان ببینن چه اتفاقی در جامعه داره میگذره. آقای قادری، چنین وضعیتی که الان ایران مواجهشه چه خطراتی رو میتونه متوجهش بکنه؟ ببینید، الان منطقه ما یه منطقه تباه شده است. یعنی شما از شمال آفریقا نگاه بکنید تا هلوهوش مرزهای هند بخواد نگاه بکنید، یه منطقه ای که با اقتصاد ویران، اختشاش‌های قومیتی، جنگ‌های در واقع مذهبی، محیط زیست در بین رفته، صنایع در واقع راکت، فوز خارجی ها، و ایران در این چنین شرایطی داره زندگی میکنه. بهتر از هر چیز اینی که باید بتونه در واقع نوعی وفاق و نوعی اعتمادسازی بکنه، نه با این وضعیتی که فقط با تهدید و تحکم با مردم صحبت بکنه. من فکر میکنم باید برگردیم به این اعتمادسازی، باید برگردیم احزاب واقعی داشته باشیم، باید برگردیم مجلس کار خودشو بکنه. رئیس قوه قضاییه برای چی تو این کار دخالت میکنه؟ یعنی همین وضعیت نیم بند قانون اساسی هم که خودشون بقیه رو به اون دعوت میکنن، همه رو خودشون زیر پا میذارن. چرا اقتصاد پنهان آشکار نمیکنن؟ چرا جواب نمیدن که بر سر مردم چه اومده؟ 60 میلیون آدم یارانه بگیر. البته توجیه خودشون آقای قادری اینه که تصمیمات اقتصادی در همه جای دنیا با اعتراض و اعتصاب و راهپیمایی مردمی ممکنه روبرو بشه، اما این و اقتصاددان ها معتقدن ادعی که به هر حال پرداخت یارانه بر حامل های انرژی یک بیماری یک متوجه اقتصاد ایران بوده و باید در یک مقطع این جراحی دردناک اتفاق می افتاده. ببینید، این بحثیست که بعضا نئولیبرال ها انجام میدن، بحث منفک جداگانه ایست. من بحثم سر اینه که مردم ایران روز به روز فقیرتر شدن، روز به روز محرومتر شدن. این چه شأنیست که برای همون عده‌ای که
به فروشگاه غارت میکنن. من میگم این تصمیمات حکومته. اگر بخوادم آزادسازی صورت بگیره به یک معنای منطقی باشه، مردم رو متقاعد بکنن، حتی رو بزنن حوزه اجتماعی آزادی داشته باشن، بزنن جوانان این رو خب به حجاب کار دارن، جوانان سرکوب میشن، کارگران سرکوب میشن، کشاورزا در محرومیت هن، مناطق در واقع جنوب شهر همه حاشیه نشین میشه. خب معلومه که این اتفاق میفته. من میگم رو 60 میلیون شما چه عددی است؟ 60 میلیون اینا میگن ما میخوام یاران 75% مردم. خب این آزادسازی کی تضمینشو میده؟ کی نمیده؟ بهتر سیاست های خودشون تجدید نظر بکنن. بهتر واقعا دولت، حکومت در کلیتش، قوه قضاییه، مجلس، دیگران به مسئولیت های خودشون عمل بکنن. اجازه بدن که صداها بیاد. امی الان گروه های تشکیل دادن با منتقدان وارد گفتگوی روشن بحث آزاد بشن. صرف با سرکوب و آوردن نیروهای شورش به خیابون رو تهدید کردن. نمیشه با یه ملت 80 چند میلیونی اونم در این شرایط ویران منطقه یعنی حالا شما موقتا سرکوب بکنید چند وقت دیگه دوره سرباز میکنه، اون موقع خطر سوریه و نمیدونم لبنان و عراق اینا هست. ما فکر کنیم که اگه الان میتونیم ببندیم، یعنی اون خطر رو داریم دور میکنیم، داریم خطر با شدت بیشتر به تاخیر روبرو میکنیم. آقای قادری، بسیاری دیگر از ناظران سیاسی هم مثل شما چنین پیشنهادهایی دادن، فکر کنید که چرا گوش شنوایی وجود نداره در میان حاکمان؟ ببینید، برای اینکه سیستم حکومتی ما اصلا سیستم نابهنگامه، یعنی چه به جهت گزارای معرفتیش کاملا انتقاد پذیره، چه به جهت شیوه حکومته، چه به خاطر تمرکز قدرتش. شما وقتی در کشور دیگه میبینید حزب هست، حزب اعتبار اجتماعی داره، رئیس جمهوری که برمیخیزه متکی بر این اعتبار هست، اونو مهارش میکنن، گفتگو انجام میشه. کشور غربی هم که از رسانه ها آزادن، یعنی یک سوپاپای اطمینان بخشی ایجاد میکنن، ولی در اینجا این اتفاق نمیفته. یعنی اینا با کمترین ظرفیت برای شنیدن صدای مردم خودشون رو مجهز کردن و این میگم یک وضعیت کاملا وخیمی رو ما باید انتظار داشته باشیم. متشکرم. یا من اضافه بکنم بعد نیست یه لحظه که ببینید، اولین باره که اصلاح طلبان با توجه خود اصلاح طلبان ضعف خیلی زیادی داشتن، مباشرات زیادی داشتن، همین الان مجلس جای دیگه، ولی اولین باره که یک رئیس جمهوری که به نوعی بخش از اصلاح طلبان حمایتش کردن بر سر قدرت اومده، باعث شده که مردم کشته بشن، مردم کتک بخورن. پس فردا انتخابات هی، اصلا چگونه میتونن از وجاهت مجلس دفاع بکنن، از دعوت مردم به انتخابات دفاع بکنن، مگر اینکه بخوان اقدامات دیگه ای صورت بدن، یعنی بگن اصلا این بساط هم جمع بشه و اتفاق دیگری. من تو یکی از روزنامه اتفاقی دیدم یکی از این خوانه سیاسیون گفته آقای روحانی آبروی خودش گذاشته. من نمیدونم واقعا اینا چی فکر میکنن، با مردم اینطوری برخورد میکنن و اینطوری هم توجیه میکنن. بله، متشکرم از شما. حاتم قادری، استاد پیشین علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس با ما. در پی نارامی‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران، قطع اینترنت یکی از ابزار برخورد با نارامی‌ها بود. شبکه نت‌بلاگز، یک مؤسسه ناظر بر اینترنت، گزارش داده که ارتباط ایران با اینترنت در حدود 5% است. وزیر ارتباطات ایران هم در روزهای گذشته گفته که قطع اینترنت ضربه بسیاری به خدمات و مردم زده، ولی حفظ امنیت بسیار مهم است. مریم افشنگ نگاهی کرده به قطع اینترنت و خسارات آن به اقتصاد ایران. 3 ساعت دارم سعی میکنم ایران تماس بگیرم. این ویدیو را یکی از مخاطبان بی بی سی از آلمان فرستاده. نمیدونم پدر مریض من چی داره بر من تعریف کنه که اینو نمیذاره. گروه نت بلاکس که محدودیت دسترسی کاربران به اینترنت را بررسی میکند گفته در بیش از 90 ساعت گذشته سطح دسترسی به اینترنت در ایران حدود 5% حد معمول بوده. برآورد نت بلاکس با این فرض است که بخش فناوری ارتباطات نزدیک به 2% فعالیت اقتصادی ایران را تشکیل می دهد و قطعی اینترنت به همین میزان به کسب و کارهای سایر صنایع صدمه می زند. روزنامه مردم سالاری در گزارشی با این عنوان قطع اینترنت را در ایران بررسی کرده و نوشته قطع اینترنت راه حلی برای مهار اعتراض ها نیست و در میان مدت ممکن است حتی خود به عاملی برای اعتراض تبدیل شود. وزیر ارتباطات و فناوری ایران گفته زندگی امروز مردم به فضای مجازی وابسته است.
امروزه حدود 2-3 میلیون نفر راننده در تاکسی های اینترنتی مشغول کار هستند. در حال حاضر حدود 10 میلیون ایرانی از تاکسی های اینترنتی استفاده می کنند. آقای آذری جهرمی همچنین از تلاش برای ایجاد زیرساخت های شبکه ملی و نداشتن وابستگی به اینترنت بین الملل هم گفت. در خصوص موتور جستجو باید بپذیریم که دستاوردهای ما در این حوزه از آنچه پیش بینی می‌کردیم و گزارش شده بود عقب‌تر است. همه تلاشمان را کرده ایم که صاحبان کسب و کارهای مجازی در شرایط حاضر زیان نبینند. اما می‌دانم که برخی از این کسب و کارها تا حدود 90% کاهش سطح تراکنش داشتند. نه تنها وزیر ارتباطات که بسیاری دیگر هم از صدمات اقتصادی قطع اینترنت در روزهای گذشته گفتند. از جمله یکی از اعضای کمیسیون امنیت و شورای مجازی مجلس گفته فیلترینگ اینترنت ضربه مهلکی بر اقتصاد کشور میزند و میگویند شبکه ملی راه اندازی میشود. اما همکنون بیمارستانها، صادرات و واردات ما به مشکل برخورد کرده است. امیدواریم هرچه سریعتر این مسئله حل شود. یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران هم به مشکلات صادرات اشاره کرده و از عدم اطلاع از محل محموله‌ها و وضعیت کشتی‌ها گفته. وقتی یک شرکت نتواند یک ایمیل ساده برای طرف مقابل خود بفرستد، چه تضمینی برای کار کردن در عرصه بین‌المللی برای آن کمپانی وجود دارد؟ زیرا طرف خارجی اینطور فکر میکند که فردا شاید یک محدودیت جدیدی اعمال شود و کل معامله به خطر بیفتد. به گزارش ایلنا، قطعی و اختلال اینترنت بر تئاتر هم تأثیر و فروش نمایش ها 70% کاهش داشتند. ایران مدت هاست با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم میکند و عالم و آدم هم میگویند قطع اینترنت ضربه مهلکی به اقتصاد این کشور خواهد زد. اینترنت ملی و داخلی هم جوابگوی نیازهای اقتصادی و ارتباطی مردم نیست. از سوی دیگر سازمانهای حقوق بشر و بین الملل هم از حق مردم برای برخورداری از آزادی بیان میگویند و از ایران میخواهند که حقوق مردم را خدشه‌دار نکند. علی‌رغم همه اینها و تمام مشکلات و صدمات اقتصادی، به بهانه امنیت مقامهای ایران فعلا اینترنت را مسدود کردند. امنیتی که مخالفان میگویند بهانه است تا مانع انتشار تصاویری از این دست باشد که سرکوب نیروهای امنیتی را نشان میدهد. مریم افشنگ، بی بی سی. و ما برای 60 دقیقه دیشب گفتگوی کردیم با یک مهندس پیشین پروژه اینترنت ملی در ایران که به دلیل امنیتی صداش رو تغییر دادیم و با نام مستعار آندره با او گفتگو کردیم. متاسفانه دیشب فرصت نشد که این مصاحبه رو پخش کنیم و به همین دلیل امشب پخش میکنیم. اول از آقای آندره پرسیدم که این 5% که در ایران به اینترنت وصلند چه افراد یا نهادهایی هستند؟ ببینید توی پروژه ملی دو تا بحث سناریویی که مطرح شد، این که ما بتونیم اینترنت به نظر میاد که نسخه اشتباه گفتگو، برای اینکه ما صدای آقای آندرا رو تغییر دادیم، امیدوارم که بتونیم نسخه درستش رو پخش بکنیم. امیدواریم، تلاش میکنیم که نسخه صحیح این مصاحبه رو پیدا بکنیم و براتون بخش بکنیم. فعلا بریم سراغ گزارش بعدی. گزارش تازه سازمان اطلاعاتی پنتاگون میگه ایران به رغم تحریم ها بزرگترین برنامه موشکی رو در خاورمیانه داره. ایران میگوید برنامه موشکیش جنبه دفاعی داره و بر سر اون مذاکره نمی کند. اما چرا ایران به سمت ساخت موشک رفت؟ آیا آنطور که آمریکا میگوید برنامه موشکی ایران تهدیدی برای واشنگتن و همپیمانان منطقه اش است؟ پرهام قبادی گزارش میده. موشک هایی که ایران مایه افتخار و اقتدار می داند و آمریکا تهدیدی برای منطقه. همه ساخت ایران است. حالا پنتاگون می گوید به رغم چند دهه تحریم های آمریکا، ایران موفق شده بزرگترین برنامه موشکی خاورمیانه را به وجود بیاورد. اما تأکید کرده برنامه موشکی ایران جنبه بازدارندگی دارد. در این گزارش آمده در نبود نیروی هوایی مدرن، ایران به برنامه موشکی روی آورده. دلیلش منصرف کردن دشمنان منطقه‌ایش به ویژه آمریکا، اسرائیل و عربستان از حمله به ایران. موشک و از این حرفا اصرار میکنن به خاطر همینه. اما توان موشکی ایران چقدر است و چرا ایران به سمت ساخت موشک رفت؟ Iranian nuclear
با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، آمریکا از توافق هسته‌ای سال 2015 خارج شد و یکی از دلایلش را برنامه موشکی ایران عنوان کرد. در مورد توانایی‌های نظامیمون خب با کسی مذاکره نمی‌کنه. ایران میگوید برنامه موشکیش قابل مذاکره نیست و جنبه دفاعی دارد. در اواخر جنگ ایران و عراق، تهران که به دلیل تحریم‌ها قادر به گسترش و تجهیز هواپیماهای رو به استهلاکش نبود، با وجود خرید چندین جنگنده روس، چاره را در بالا بردن توان موشکی خود دید. در دوران جنگ وقتی صدام حسین شهرهای ایران رو بمبارون کرد، ایران با آسیب‌پذیری خودش پی برد و تصمیم گرفت به سمت ساخت موشک‌های بالستیک بره. کم کم با وارد کردن سلاح و تکنولوژی ساختان، عمدتاً از کره شمالی، موفق شد خودش موشک‌های بومی تولید کند و به قولی برنامه موشکی ایران کلید خورد. حالا ایران موشک‌هایی با برد کوتاه و متوسط، کروز و بالستیک با سوخت مایع و جامد دارد. اما همه اینها یعنی چه؟ بگذارید تفکیکشون کنیم. اول برد موشک‌ها. موشک‌ها بر اساس بردشان به 4 نوع تقسیم می‌شوند. موشک‌های با برد کوتاه که تا 1000 کیلومترند و با برد متوسط که بین 1000 تا 3000 کیلومترند. موشک‌های میان برد بین 3000 تا 5500 کیلومتر برد دارند و موشک‌های قاره پیما که برای حمل کلاهک هسته‌ای‌اند بالای 5500 کیلومتر مسافت طی می‌کنند. در خاورمیانه فقط اسرائیل همچین موشک‌هایی دارد. طبق اطلاعات موجود ایران تا به حال فقط موشک‌هایی با برد کوتاه و متوسط تولید کرده. الله اکبر، برد عملیاتی 2000 کیلومتر. ایران در محدودیتی به ظاهر خودخواسته موشک بالای 2000 کیلومتر تولید نمی‌کند. موشک‌های با برد 2000 کیلومتر ایران قابلیت هدف قرار دادن اهدافی در اسرائیل را دارند که از غرب ایران 1500 کیلومتر فاصله دارد و مثلا ریاض در عربستان سعودی که از جنوب ایران 1000 کیلومتر فاصله دارد و همچنین پایگاه‌های نظامی آمریکا در ترکیه، قطر، کویت، امارات، بحرین، عمان و سایر کشورها. محصولات ما در حوزه موشک‌های بالستیک زمین به زمین حدود 20 نوع موشک رو به خودش اختصاص داده. چند سالی است که در حوزه موشک‌های کروز کارمون شروع شده. ایران هم موشک بالستیک و هم موشک کروز دارد. اما فرق این دو موشک چیست؟ موشک‌های کروز در ارتفاع خیلی پایین به سمت هدف پرواز می‌کنند و قابل هدایت با جی پی اس هستند و به همین خاطر دقت بالاتری دارند و قادر هستند پایین‌تر از سطحی که رادارهای معمول قادر به پوشش آن هستند پرواز کنند. اما موشک‌های بالستیک به هوا پرتاب می‌شوند، مسیری را طی می‌کنند و بعد به شیوه سقوط آزاد به هدف اصابت می‌کنند. یعنی به نیروی جاذبه زمین متکی هستند. به همین خاطر در ارتفاع بالاتری حرکت می‌کنند و معمولاً برای اهدافی که روی زمین هستند استفاده می‌شوند. در سالهای اخیر ایران به جای بالا بردن برد موشک‌ها بر روی دقت آنها سرمایه‌گذاری کرده. این که ایران در پی بالا بردن دقت موشک هاست به جای بالا بردن برد اونها در واقع خبر خوبی از منظر منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. چون اگه شما دنبال ساخت موشک با کلاهک هسته‌ای باشید، نیاز به موشک با دقت بالا ندارید، به خاطر اینکه قدرت ویرانگری بمب‌های اتم طوریه که نیاز به دقت بالا ندارن. اما ایران در قیاس با دیگر کشورهای منطقه در چه موقعیت نظامی قرار دارد؟ عربستان سعودی بزرگترین خریدار اسلحه در جهان، در سال 2017 حدود 70 میلیارد دلار، یعنی حدود 9% از تولید ناخالص داخلیش را صرف مخارج نظامی کرد. اسرائیل هشتمین صادرکننده بزرگ اسلحه در جهان، 16.5 میلیارد دلار، یعنی 4.3% از تولید ناخالصش را صرف توان نظامی کرد. ایران با 14.5 میلیارد دلار و 2.7% از تولید ناخالص داخلیش از رقیبان منطقه‌ای فاصله دارد. البته مشخص نیست ایران دقیقاً چه مقدار برای فعالیت‌های برون‌مرزی‌اش هزینه می‌کند. ان شاء الله 2 ماهواره را به فضا پرتاب خواهیم کرد. نگرانی دیگر آمریکا از برنامه فضایی ایران است. آمریکا پرتاب ماهواره و تحقیقات فضایی ایران را زمینه‌ای برای ساخت موشک‌های بالستیک قاره پیما می‌داند. اتهامی که ایران آن را بارها رد کرده. اگر کسی واقعا نگران اینه که ایران احتمال داره موشک‌های قاره پیما با کلاهک هسته‌ای بسازه، میبایست برجام رو زنده نگه می‌داشت. برای اینکه معقول نیست که شما موشک قاره پیما بسازید وقتی قرار نیست بمب اتم داشته باشید. ICBMs if you're also not developing nuclear weapons. ایران در حال حاضر پیشبرد برنامه موشکی و تجهیز شبه نظامیان در منطقه را راهی برای دفاع در صورت حمله احتمالی به خود می‌بیند. و آمریکا، اسرائیل و عربستان این استراتژی را تهدیدی برای خود می‌دانند. پرهام قبادی، BBC.
ماهاست که تظاهرات در چهار گوشه جهان در صدر خبرهاست. تجمعات اعتراضی که با وجود صدها کیلومتر فاصله از اسپانیا گرفته تا هنگ کنگ، لبنان و عراق و حالا ایران مشترکات زیادی هم با هم دارند. مشترکاتی که معترضان را به خیابان‌ها آورده و همزمان تفاوت‌هایی که سرنوشت این اعتراضات را متفاوت کرده. علی همدانی و نگاه به چند ماه پرتلاطم برای جهان. تجمعاتی با ظاهری متفاوت اما شاید روحی مشابه، اعتراضاتی برآمده از نابرابری اجتماعی و اقتصادی، اعتراض به فساد و مطالبات سیاسی از جمله دلایل مشترک میان این اعتراضات در ماه‌های گذشته. مثلا در هنگ کنگ اعتراضات که در بهار امسال شکل گرفت دلیل سیاسی داشت. تصویب قانونی که نفوذ چین در هنگ کنگ را بیشتر می‌کرد معترضان را به خیابان‌ها آورد. مردم معترض خیابان‌ها را اشغال کردند. با وجود خشونت پلیس در خیابان‌ها ماندند. حضور رسانه‌های بین‌المللی در هنگ کنگ صدای معترضان را به جهان رساند. روزهایی بود که شمار تظاهرکنندگان به 2 میلیون نفر هم رسید. صحنه زد و خورد معترضان در نیروهای امنیتی روزها در صدر خبرها بود. همه صف کشیدند، از خیابان نرفتند تا دولت در هنگ کنگ را وادار به عقب نشینی کردند. مناقشه‌ای که هنوز ادامه دارد، اما مردم با حضورشان در خیابان‌ها حاکمان را وادار به شنیدن اعتراضاتشان کردند. در لبنان حکایت مشابه بود، دلیل متفاوت. تظاهرات اعتراضی در لبنان که جرقه‌اش لایحه پیشنهادی دولت برای اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی بود، به مناطقی کشیده شد که پیشتر کمتر شاهد اعتراض بود. لبنان که چندین دهه بحران سیاسی، ناآرامی و خشونت را پشت سر گذاشته، هنوز نتوانسته اقتصادش را بر پایه‌های محکم بنا کند. در سال 2010 بدهی‌های خارجی لبنان 50 میلیارد دلار برآورد می‌شد. اکنون اما این آمار به 2 برابر رسیده، رقمی که دولت لبنان توانایی پرداختش را ندارد. در این میان دولت برای کاهش این فشارها و تدوین بودجه لایحه‌ای برای وضع مالیات جدید تدوین کرد که حتی شامل وضع مالیات بر مکالمات واتساپی هم شد. این نخستین بار نیست که معترضان لبنانی تمام طبقه حاکم و همه احزاب سیاسی شریک در حکومت را فاسد می‌خوانند و خواهان کنار رفتن همگی آنها هستند. حزب الله که جمهوری اسلامی هم حامی آن است مستثنا نیست. معترضان ماندند و خواستار استعفای مقامات شدند. اعتراضات ادامه دار است و لبنانی ها خلاقانه در خیابان ها اتراق کردند، پیکنیک می کنند، می رقصند و تظاهرات علیه حکومت را به میهمانی خیابانی تبدیل کردند. حضور رسانه ها این تظاهرات را هم جهانی کرد. ارتباطات اینترنتی سر جایش باقی ماند و معترضان با هم و با دنیای بیرون در تماس ماندند. در عراق هم رشته تظاهراتی در اعتراض به فساد اقتصادی شکل گرفت. اعتراض جوانان بیکار، مردمی که میگویند با گذشت نزدیک به 20 سال وضع اقتصادیشان بهتر که نشده هیچ، بدتر هم شده. اعتراض در نقاط مختلف سنی و شیعه نشین. اعتراض به آنچه دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی عراق نامیده شد. ابعاد این اعتراضات چنان گسترده شد که در بخشی از این کشور اینترنت قطع شد و در نبودن امکانات ارتباطی گزارش شد که بر معترضان آتش گشوده شد. گزارش‌های پراکنده مخابره شد که نیروهای ایرانی هم در سرکوب معترضان نقش داشتند. اعتراضاتی که به دلیل حضور رسانه‌های بین‌المللی خبرش به گوش جهان رسید، گرچه نبود اینترنت ارتباط میان معترضان را مختل کرد. نگاه کنید، سنگر گرفته می‌خواد مردم رو بزنه. زد بیچاره. کرمانشاه، بلوار طاق‌بستان. و حالا ایران در سایه این رویدادها. اینترنت نیست، رسانه‌های بین‌المللی در ایران یا نیستند یا محدودند و رسانه‌های داخلی از جمله رادیو تلویزیون هم یا اتفاقات را گزارش نمی‌کنند یا علیهش می‌گویند. شمار کشته‌ها در سایه قطع ارتباطات هنوز دقیقاً مشخص نیست. سازمان‌های حقوق بشری رقمش را بیش از 100 نفر تخمین می‌زنند. جزئیات رویدادهای امروز ایران شاید با برقراری ارتباطات اینترنتی در آینده روشن‌تر شود. جزئیاتی که شاید گستردگی و ضد حکومتی بودن ماهیتش دلیل اصلی قطع اینترنت باشد. یک پرده آهنی تمام عیار. علی همدانی، بی بی سی. اضافه کنم که در مناظره اول 60 دقیقه امشب یکی از مهمانان از روش‌های برای مقابله با خشونت ماموران امنیتی نام برد که دیدگاه اوست، اما بی بی سی هرگز دعوت به خشونت را ترویج نمی‌کند. ضمناً عذرخواهی می‌کنم که ما موفق نشدیم مصاحبه‌ای رو که با یک مهندس پیشین اینترنت ملی ایران انجام دادیم امشب پخش کنیم. امیدوارم که بتونیم در شب‌های آینده این مصاحبه رو برای شما آماده و پخش بکنیم. فعلا شب بخیر. We'll be right back.